خانم گلروب انتظار هم نمی رفت که تایید کنن مسئله آزار جنسی در زندان ها رو، اما گزارش های مستقلی وجود داره که این اتفاق افتاده هم در حین بازداشت هم در بازداشتگاه ها. که قرار بود که این در واقع دیداری که از زندان میکنن و دیداری که از زندانیان میکنن معنی واقعی بازدید از زندان رو داشته باشه، اجازه میدادن که گروه های مستقل که حتی در ایران تعدادی از وکلایی که همین الان در بازداشت هستن خواستن که از زندان ها بدون حضور مامورین امنیتی دیدار بکنن و بازداشت شدن، و در خارج از ایران هم که میدونیم به هر حال گروه های حقوق بشری هستن که همواره دارن درخواست میدن که زندان های ایران رو بازدید بکنن. به خاطر همینه که خب یک عده از خودشون رفتن با چه کسایی صحبت کردن، مثل همون در واقع کسانی که کشته میشن در زندان ها و در نهایت گفته میشه که خودکشی کردن، یا اینکه بعد از اینکه از زندان اومدن بیرون در واقع دروغ گفتن برای اینکه بخوان شرایط رو بدتر نشون بدن. جمهوری اسلامی و نگاهش به مسئله زن همون چیزیه که توی توییت ها و استوری های خود ارزشی ها خودش رو نشون میده. بچه هایی که زنانی که در واقع در زیر بازجویی بودن، بسیاری از بازجوها در زمانی که داشتن به اونها تعرض میکردن، این نقل قول بدون واسطه است که به اونها گفته میشد که مگه شما زن زندگی آزادی نمیگید؟ مگه منظورتون از آزادی همین نیستش که هر شب و هر روز با یک کسی باشید؟ ما داریم اون آزادی رو اینجا به شما میدیم. نگاه جمهوری اسلامی و بسیاری از نزدیکان به حکومت که در طی این 3-4 ماه هم بارها توییت کردن و نگاهشون رو نسبت به شعار زن زندگی آزادی و نگاهی که به زنان دارن رو فریاد دادن، به خاطر همین لازم نیستش که جمهوری اسلامی تایید بکنه یا نکنه. حتی اگر در زندان‌های جمهوری اسلامی این اتفاق نمی‌افتاد، ما در خیابان‌های ایران ویدیوهایی رو دیدیم که نیروهای سرکوبگر همون زمان در زمان بازداشت زنان دارن به اونها تعرض می‌کنن. به خاطر همین مثل همیشه نمیشه امید داشت به اینکه عدالتی برقرار بشه در مورد این موضوع هم تا وقتی که حکومت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی مسئول است. سپاسگزارم از شما مهدیه گلروب، فعال سیاسی از مال مبا.